سیما بینا و ناگفته های او از ممنوعیت تا کنسرت. سیما بینا متولد 14 دی 1323 در خصف بجنورد خواننده و نوازنده است. فارغ التحصیل لیسانس رشته نقاشی از دانشگاه تهران در سال 1349 که از نوازندگی سازهای دف و ستار شروع کرد و حالا هم شعر میگه. اون میگه پدرم احمد بینا شعر میگفت و آهنگسازی میکرد، اما استاد موسیقی نبود بلکه صدای خوشی داشت، شعر میگفت و تار هم مینواخت. مادرم پوراندخت ایران نژاد من و خواهرانم رو در حال و فضایی مملو از شعر، موسیقی و هنر و زندگی رشد داد. خانواده هنر دوستی داشتم که برای هنر و هنرمند احترام خاصی قائل بودند و همین جهت پدر و مادرم به استعدادم در این زمینه توجه کردند. به این ترتیب سال 1332 در 9 سالگی، زمانی که به تهران نقل مکان کردیم، پدر من و خواهرانم مینا و هما رو به رادیو برد و به آقای داوود پیرنیا معرفی کرد. اون از 9 سالگی در رادیو ایران بخش کودک خوانندگی می‌کرد. ردیف های موسیقی رو نزد استاد جواد معروفی و نصرالله زرین پنجه و محمد ابراهیم مالکی فرا گرفت. این دختر بلند پرواز بعد از مدتی در رادیو ساز جدایی از برنامه کودک رو کوک کرد، چون میخواست در دنیای بزرگتر و بزرگسالان بخت خود را بیازماید. داوود پیرنیا بنیانگذار برنامه رادیویی گلها که متخصص کشف استعدادهای موسیقی بود، اجازه نداد که رادیو ایران خودش رو از گنجینه‌ای چون سیما بینا محروم کنه. به همین دلیل برنامه‌ای به نام گلهای صحرایی بنا نهاد و اجرای اون رو به این هنرمند داد. وبسایت نوت‌دونی آثار این هنرمند فرهیخته رو نوت نویسی کرده که دوستداران این هنرمند بتونن آثار این هنرمند رو اجرا و تمرین کنن. این خانم خواننده میگه زمان دانشجویی معلم شدم و به بچه های کلاس اول، دوم و همینطور تا چهارم درس میدادم و باشون هم زندگی میکردم. بچه ها رو دوست دارم، شاید چون از همون ابتدا برای بچه ها آواز خوندم و اکثر عملشون رو دیدم و با موسیقی به اونها نزدیکتر شدم. در این سالها چالش هایی داشتم به خاطر وقتی به روستاهای دورافتاده می رفتم، اگر پدرم یا عموم همراهم نبودن باید از اتاق بیرون می رفتن تا یک خانوم بخوانم. سعی می کردم که خودم با اونها دوست صمیمی بشم، برای اونها کمی بخونم یا صحبت کنم و دوست شیم تا مثلا یک خط بخونن. سیما بینا بعد از پایان تحصیلات خودش در دانشگاه با عزیز میتویی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسره. اما زندگی مشترکشون با خودکشی همسرش پایان یافت. اما حالا پسرش آرش میتویی هم سمت موسیقی اومده و به آواز در سبک جاز علاقه‌مند و فعال شده. سیما بینا سالها بعد با حسن زارعی ازدواج کرد و حالا ساکن کلن آلمان هستند و به تهیه آوازهای محلی مشغولند. پس از انقلاب سال 57 به اوین احضار و در نهایت بعد از بازجویی تعهد داده شد که دیگه نخواهد خوند و به این ترتیب اون به همراه بیشتر هنرمندان این عرصه از رادیو کنار گذاشته شد. بعد از انقلاب به صورت مخفیانه در خونش کلاس‌های تعلیم آواز دایر کرد و حتی در فضای بسته بدون مجوز کنسرت‌های خانگی برگزار می‌کرد. بعد از باز شدن محدود فضا توانست مجوز تعلیم و تربیت هنرجو بگیرد و اجازه برگزاری کنسرت برای بانوان رو هم پیدا کرد. اون میگه واقعا به نقاشی مانند موسیقی علاقه زیادی داشتم. نقاشی همیشه در خصوصی ترین لحظه ها و خلوت ها من با من بوده و تا به امروز هم در مشکلات پناهگاهی برام ساخته. هر زمان که نتونستم آواز بخونم نقاشی میکنم. خیلی اوقات برای نقاشی کردن دلتنگ میشم و به اون میپردازم. از ابتدا با پدرم آوازهای موسیقی محلی رو کار میکردم، اما بعدها به اهمیت اون پی بردم و فهمیدم در واقع بستر موسیقی های ما موسیقی سنتی و محلی و فولک هست. اما واقعا به همه موسیقی های دیگه هم بی‌نهایت علاقه مندم.
البته موسیقی پاپ کار نکردم، اما موسیقی های دیگه مانند آوازهای عرفانی یا آوازهای ترانه های خواننده های ارمنی قبل از انقلاب رو خیلی دوست داشتم و میخونم. لهجه ها و زبان ترکی برایم از هر جای دیگر مشکل تر بوده و خیلی به اون نپرداختم، در حالی که به موسیقی غنی و زیبای این قسمت از ایران هم بسیار علاقه مندم. من هیچ وقت از ایران مهاجرت نکردم، تنها دفتر هنری من برای برگزاری کنسرت ها و فستیوال هایی که باید شرکت کنم در خارج از ایران. ارتباطم با مردم شهر و روستاهای ایران همچنان زمینه اصلی کاریمه و در خارج از کشور هم برای معرفی موسیقی محلی و ملی کنسرت میذارم. شعر، موسیقی، صدا و لباس برای من بهترین ابزارها برای معرفی فرهنگ سرزمینمه. فکر میکنم به دلیل صداقتی که در این حس وجود داره مخاطب اون رو دریافت میکنه. کتاب لالایی های ایران با 4 CD حاصل 30 سال پژوهش در سفرهای سیما بینا به شهرها و روستاهای مختلف و ملاقات با مادران پیر و جوان ایرانه. ممنون که تا اینجای ویدیو باز هم با من همراه بودید. من سعید رهنما هستم و شما صدای من رو از کانال یوتیوب نوت‌دونی میشنوید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید و اولین نفری باشین که این ویدیوهای ما رو میبینه.